بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چون مصادف با ایام مبارک دهه فجر هستیم، بحثی که وعده کرده بودم خدمتون عرض کنم عرضه میکنم که یه چند روایتی پیرامون درس خودمون بخونیم، یه چند کلمه‌ای هم در رابطه با مناسبتی که درش قرار داریم خدمتون عرض کنم مطلبی رو. در رابطه با بحثمون که پیرامون روانشناسی عاقل بود، امروز به صورت مستقیم راجع به عاقل چیزی نمیخونیم، ولی خب راجع به غیر مستقیم این روایتی که پیرامون عقل هست دلالت بر شخصیت عاقل و شخصیت جاهل میکنه. اولین روایتی که یادداشت شده روی تخت از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید که لا مصیبت که عدم العقل، هیچ مصیبتی مثل بیعقلی نیستش. عقل رو همونطور که تعریف کردیم، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنون، عقل چیزیست که خداوند به واسطه او پرستش میشه و بهشت ها به وسیله اون تحصیل میشه. عقل همون چیزیست که انسان رو در مقابل دین، در مقابل وحی، در مقابل خداوند تبارک و تعالی متواضع و ذلول میکنه، به اطاعت وادار میکنه. وقتی میفرماید لا مصیبت که عدم العقل، برگردیم به اون نسبتی که پیرامون رابطه دنیا و آخرت بود خدمتون عرض کرده بودم، بیشتر مشخص میشه که چرا لا مصیبت که عدم العقل. در اون نسبت عرض شد که رابطه دنیا با آخرت مانند رابطه رحم مادر هست با دنیا. عرض کردیم همونطور که جنین تولدی به دنیا داره، انسان هم تولدی به آخرت داره. همونطور که جنین انواع تولدهای پنجگانه رو داره، انسان هم تولدهای پنجگانه رو به آخرت داره، که عبارت بودند از تولد ناقص، تولد بیمار، تولد ضعیف، تولد سالم و تولد قوی و خوب. انسان همین تولدها رو داره. در حرکت جنین از رحم مادر به دنیا، ملاک تولد، سلامتی تولد، موفقیت زایمان، موفقیت دوران جنینی، این بود که بس اون جنین بدن سالم با خودش بیاره. اما در حرکت انسان از دنیا به آخرت، ملاک تولدش به آخرت داشتن روح سالم هستش. فقط روح سالم هست که انسان خوشبختیش، سعادتش مشخص میشه. علی علیه السلام علیکم. علی علیه السلام میفرماید که الفقر والغنا، فقر و غنا بعد الارض علی الله، بعد از عرضه شدن به خدا معلوم میشه کی فقیر بوده کی ثروتمند. یعنی الان ما وقتی داریم خودمون رو مقایسه میکنیم یا دیگران رو با مسائل دنیایی، داریم خودمون رو ارزیابی میکنیم که فلانی پولدار هست، فلانی نداره، فلانی وضعش خوب است، فلانی وضعش خوب نیست، فلانی خوشبخت است یا فلانی خوشبخت نیست. اما علی علیه السلام میفرماید بعد از انتقال انسان از دنیا به آخرت و عرضه شدن انسان به خداوند، مشخص میشه چه کسی فقیر بود و چه کسی غنی بود، چه کسی خوش به حالش شد و چه کسی خوش به حالش نشد. همونطور که نمیشه درباره یک جنین که دوران رحمی رو میگذرانه، دوران رشد رو میگذرانه، اظهار نظر کرد، باید منتظر بود که تولدی صورت بگیره تا ارزیابی کنیم که این چه نوع تولدی داشت. در مورد انسان هم همینطور، باید شب اول قبری بیاد، باید قیامتی بیاد تا مشخص بشه انسان آیا خوشبخت بود یا خوشبخت نبود.
آیا فقیر هست یا غنی است. فقر و غنا با اون مشخص میشه. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. هر کس میزان سنگین بود با خودش برده بود، اموال برده بود با خودش، اون اموالی که در حیات ابدی به درد انسان میخوره، اگر برده بود فهو فی عیشه راضیه. این در یک عیش خوب و اونطور که خودش راضی هستش قرار داره، یک زندگی ابدی. و من خفت موازینو فامه هاویه. ام یعنی مادر. میفرماید فامه هاویه یعنی این فرزند جهنم هست، عضو اون جهنم هست، با جهنم باید سر بکنه. فامه هاویه. بعد میفرماید و ما ادراک ماهیه. تو چه میدونی که اون هاویه چی هستش؟ چقدر دردناک هست؟ چقدر؟ پس همونطور که ما ملاک سلامتی و تولدی داریم برای جنین، برای انسان هم در حرکتش به سمت ابدیت این رو داریم و اون داشتن روح سالم بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر کسی قلب سلیم آورده باشه. روح سالم ثروت انسان هست، دارایی انسان روحشه، تمام دارش. این روح رو چگونه انسان میتونه دارا بکنه؟ چگونه میتونه با موازین ابدی رشدش بده؟ این فقط در یک کلمه خلاصه میشه، در اطاعت خداوند. که لا نجات الا بالطاعه. هیچ نجاتی نیست برای شخص مگر به وسیله طاعت خدا. مطیع باید باشه. مطیع کسی که مالک یوم الدین هست، صاحب روز قیامت هست، دنیا و آخرت مال اوست. ولی لله الاخرت و الاولا. آخرت و دنیا همه مال خداست. مطیع اون کسی باشه که صاحب آخرت هستش، تا بتونه روحش رو درست با اون موازین تطبیق بده و تنظیم بکنه و رشد بده. فقط در اطاعت هستش. اون چه که انسان رو وادار به اطاعت میکنه عقل هست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتوس و به الجلال. لذا اگر عقل نبود اطاعتی هم نیست، تسلیمی هم نیست، تواضعی هم نیست در مقابل احکام دین، در مقابل وحی. لذا رشد موفقیت آمیزی هم برای شخص حاصل نخواهد شد، یعنی تولد سالمی نخواهد داشت. این مصیبت شخص هست. چرا؟ چون اونجا با میزان ابدیت داره روبرو میشه. اینطور نیست که اینجا داره رفتار میکنه به جایی بر نخوره. دقیقه به دقیقش حساب میشه. ما هر کاری که میخوایم بکنیم باید با ملاک ابدی و با مقیاس ابدی اون کار انجام بدیم. بسنجیم که با مقیاس ابدی میارزه این کار انجام بدیم یا نمیارزه، میارزه این وقت رو بذاریم یا نمیارزه. چون از ما میخوان اون رو. یعنی همونطور که جنین یه شرایط ویژه داره که اگر خودش رو تطبیق داد تولدش سالم هست، اگر تطبیق نداد بیمار است، ناقص الخلقه متولد میشه و همیشه در حال عذاب هست. ابدیت هم یه شرایطی داره. اگر انسان خودش رو تطبیق داد خوش به حالش، ثروتمند است، غنی هست، خوشبخت است. اگر تطبیق نداد هر کار دیگری هم که بکنه فایده نخواهد داشت. این که میفهمد لا مصیبت که عدم العقل، واقعا هیچ مصیبتی از این بالاتر نیستش. انسان هر کاری که میخواد بکنه، هر کاری که میخواد بکنه، مشهورترین آدم ها بشه، دانشمندترین آدم ها بشه، قویترین و قدرتمندترین انسان ها بشه، اما وقتی عقل نداشته باشه که او رو در مقابل وحی تسلیم بکنه، متواضع بکنه، این آخرتش از دستش رفته، ابدیتش باخته. در روایت بعد علی علیه السلام می فرماید که لا ادمه که ادم العقل. هیچ فقدانی، هیچ عدمی مثل عدم عقل نیست. هیچ بیچیزی. تعریف به فقر رو بکنیم، همونطور که در روایت دیگری فرمودن که لا اشد البلا فقر النفس. شدیدترین بلاها فقر روحی است. یعنی انسان این روحی که باید مایه دار بشه برای حرکت به سمت ابدیت هیچی نداشته باشه، پوچ باشه، ارزش نداشته باشه. ممکنه جنین با خودش دم بیاره، شاخ بیاره، نمیدونم
دست و پای اضافی بیاره، اما اینا به دردش نمیخوره. فقط بدن سالم، بدنی که با موازین دنیا جور در بیاد، به دردش میخوره. حالا ما بقیه چیزا ممکنه سرمون کلاه بره. یعنی خیلی ها که اهل آخرت نیستن یا میدونن آخرتی هست اما مردانگی، همت ندارن، اسیر شهوات هستن، دنبال خیالات میدن، یعنی دنبال کمالات سرابی میدن، همونها رو برای خودشون تهیه میکنن، دلشون رو به همونها خوش میکنن. اگر ما عبادت نمی کنیم عوضش مثلا دانشگاه داریم، اگه ما مثلا متدین نیستیم عوضش مدرک تحصیلی رو داریم، اگه ما متدین نیستیم، تسلیم نیستیم، نماز نمی کنیم یا مثلا عبادت خدا رو انجام نمیدیم، واجبات رو انجام نمیدیم، عوضش ما فلان تخصص رو داریم. یعنی سراب رو میزنن در مقابل واقعیت. در تولد که این چیزا به درد نمیخوره که، توی تولد فقط شرط ثابته به درد میخوره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چهار شرط: ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، همدیگه رو تواصی به حق و صبر کنن. چیزی جای ایمان رو نخواهد گرفت، چیزی جای عمل صالح رو نخواهد گرفت، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بقیه چیزها غیر از این چهار چیز سراب هست، خیاله، احساس خودش رو سرگرم میکنه، گول میزنه خودش رو. غیر از این مواظب باشیم که هر کاری که میکنیم از این چهار چیز جدا نشیم، چون همه چیز در مقابل این چهار چیز سراب هست، سرابه، داره عمر تلف میکنه. ولو مردم هم براش خیلی ارزش قائل باشن، تو جامعه خیلی براش بهبه و چهسه بگن، اما ارزشی نداره، به درد نمیکنه. لا ادمه که ادمه، هیچ فقدانی مثل فقدان عقل نیست. اینم از خب. حالا چون میخوام یه بحثی هم در ارتباط با مناسبت روز بکنیم، بحثمون تو همینجا خاتمه میدیم، یه بحثی هم به مناسبت این ایام مبارک خدمتون عرض کنم. به صلوات خدمت کنم. اللهم صل على محمد و محمد. روزها روزهای خیلی حساس و مهمی هست. قبلا در ماه محرم در بحث فلسفه سیاست و فلسفه عزاداری و امر به معروف و نهی از منکر خدمتون مطالبی رو عرض کرده بودم که پیوند مستقیم با این ایام داره. در تا فلسفه حکومت عرض کردیم که اول از این انسان برای چه چیزی آفریده شده، هدف از خلقتش چیه. عرض کردیم خلقت، هدف از خلقت انسان این هستش به اون قرب الهی و کمال ویژه خودش برسه، چیزیست که هیچ موجود دیگری نداره، هیچ موجود دیگری نداره، چیزیست که فقط مخصوص انسان هست. از کردی برای رسیدن به اون هدف انسان به تنهایی نمیتونه خودش این راه رو طی بکنه. چرا؟ چون هم جاهل هست به خودش، به روح خودش، به جسم خودش، و هم جاهل هست به جهان خلقت. و از اونجا که کمال انسان در همین رحم دنیا صورت میگیره، اگر رحم رحم مناسبی نباشه، رشدم رشد جنینی مناسبی نیست، لذا فقط و فقط آگاهی از چگونگی رشد سالم و طبیعی هست که انسان رو به خوشبختی میرسونه. این آگاهی رو انسان نداره. کی داره این آگاهی رو؟ کلیاتش رو انسان داره، اما جزئیات لازم داره. فقط خود خداوند تبارک و تعالی، چون او خالق دنیا و آخرت هست. الله خالق و کل شیء، خالق هر چیزی است، و چون خالق هر چیزی است او بهتر میدونه که انسان در این رحم چگونه میتونه رشد بکنه و به کمال برسه. خب
حالا ما از خدا اگر بخواب این اطلاعات رو بگیریم برای کمال ویژه خودمون، تنها راهش ارتباط با کسانی هستش که خداوند به عنوان واسطه میفرسته که ما رو هدایت بکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. در بحث مبعث هم اینها رو عرض کردم، این چند تا بحثی که قبلا عرض کردیم دیگه زمینه رو خیلی کاملا آماده کرده که من دیگه امشب زیاد طول ندم صحبتم رو راجع به مسائل مقدمه‌ای. بعثت برای چی هستش؟ بعثت برای انسانیت انسان هست. پیغمبر خودشون نیازی به بعثت خودشون نداره، بلکه آمدن افراد کاملی هستن که آمدن انسانها رو به کمال برن، انسانها رو به اون مقصدی که براش خلق شدن برسونه. پیغمبر برای این آمده، تلاوت بکنه برشون کتاب رو، در اثر این تلاوت تزکیه بکنه اونها رو، این دستور عملهاش رو اجرا بکنن، تزکیه بکنه و بعد تعلیمشون بده. گفتیم پیغمبر برای اینکه در اجتماع بتونه اون قوانین روی که از طرف خداوند تبارک و تعالی آورده پیاده بکنه نیاز به قدرت داره، چون اگر قدرت اجتماعی حکومت دست انبیا نباشه، بودن قوانین الهی کمکی به رشد انسان ها نمی کنه. هرچند بعضی از انسان ها در رژیم های طاغوتی هم میتونن رشد بکنن به کمال برسن، اما انبیا کافتن للناس هستن، برای همه مردم آمدن، نه برای عده مخصوصی، برای همه آمدن، و اگر بخوان همه رو هدایت بکنن نیاز به قدرت دارن. لذا هدف انبیا این بود که هم در درجه اول رهبران الهی، پیامبران اولی العزم به خصوص، که اینها قدرت در جامعه به دست بگیرن. این نباشه نمیتونن احکام رو پیاده بکنن. سیر قضایا رو در بحث فلسفه سیاست خدمتون از زمانه، از همون زمان از آدم علیه السلام خدمتون عرض کردم سیرش رو، که تا زمان رسول الله و از زمان رسول الله تا زمان سید الشهدا علیه السلام و از زمان اون حضرت تا زمان خودمون سیرش رو عرض کردم، که همه رهبران الهی امامای شیعه در صدد گرفتن حکومت بودن، چون در سایه اون حکومت بود که میتونستن قوانین رو پیاده کنن و مردم رو به هدایت ویژه خودشون برسونن، اون کمال ویژه خودشون برسونن. خب بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام ما دیگه حکومت اسلامی در هیچ کشور جهانی، در هیچ کشوری در جهان نداریم به هیچ وجه، و این واقعه مهم فقط در ایران بعد از نزدیک 1400 سال اتفاق افتاد، کمتر از 1400 سال اتفاق افتاد در ایران. این درست همون چیزی که همه انبیا، همه ائمه به خاطرش کشته شدن، به خاطرش تلاش کردن، جهاد کردن، مبارزه کردن، زحمت کشیدن، زحمت کشیدن، حکومت اسلام که به فضل الهی در ایران پیاده شد. و خیلی خدا رو باید شکرگزار باشیم، سپاسگزار باشیم که ما در اون حکومت، خیلیمون شاید از این بچه‌هایی که در این جلسه هستن شاید همون سال اول انقلاب متولد شده باشد، همون حول و حوش انقلاب متولد شده باشد. باید شکر بکنیم. امام حسین علیه السلام در دعای روز عرفه خدا رو شکر میکنه، خدا رو شکر میکنه که من رو در زمان رسول الله آفریدی، من از تو سپاسگزارم که من رو در اون زمان آفریدی. ما هم باید شکرگزار باشیم که این انقلاب نصیب ما شد. فکر کنیم اگر در اون زمان بودیم، در زمان اون رژیم بودیم و رشد میکردیم، نفهمیده بدونی که بفهمیم انسانیم. همون تلقین اجتماع تلقینی است که انسان حیوان بار میاد. به ما گفتن شما نهایتاً چی میخواستیم بشیم؟ به بالاترین درجه هم که میرسیم در این اجتماع، در یک رژیم طاغوتی، درجه حیوانیست. به هیچ وجه داخل درجه انسانی نمیشه انسان. یعنی حیوان متولد میشه و حیوان هم میمیره.
در حکومت اسلامی است که عامه مردم متوجه میشن که برای ارزش‌های بالاتر از ارزش‌های انسانی خلق شدن و باید برای اون تلاش بکنن. حکومت اسلامی هم یه وسیله است برای آدم شدن مردم. امام سلام الله علیه فرمود که حکومت اسلامی نیامده علف مردم رو تامین کنه، نون مردم رو تامین کنه. یعنی انتظاری که از یه حکومت اسلامی میره در درجه اول بهبود وضع اقتصادی نیست، در درجه اول پدید آوردن شرایطی هستش که در اون شرایط مردم بتونن رشد معنوی داشته باشن. در درجه اول باید دست استکبار و سلطه اونها رو کم بکنه که این با فعالیت‌های بنیادی اقتصادی هستش و با ترویج علم و دانش و فنون و حرف مختلف در کشور هستش که به فضل الهی از اول انقلاب به این مسئله توجه شده که در این مملکت این شرایط پیش بیاد. و چون شرایط محسوس نیست، افراد در ارزیابیشون از انقلاب گاهن دچار اشتباه میشن. یعنی از انقلاب انتظار دارن که جنبه های حیوانی اونها رو تأمین بکنه بدون اینکه به مسائل انسانی اونها توجه بکنه. غالب افرادی که نق میزنن، غر میزنن، فحش میدن، ببینید ملاکاشون برای فحش دادنشون چیه؟ آیا دلشون برای انسانیت سوخته؟ آیا دلشون برای معنویت سوخته؟ آیا خودشون دیدگاه درستی دارن؟ به مردم دیدگاه درستی دارن؟ آیا این خیانت نیستش که یه حکومتی که انسان میتونه در سایش به معنویت، به کمال انسانی، به کمال ابدی برسه تضعیف بکنی؟ با فحش دادن، با غر زدن، با نق زدن؟ شما نمیتونید توی ضد انقلاب ها حتی یک نفر رو پیدا بکنید، حتی یک نفر رو که با دیدگاه صحیح به خودش و دیگران نگاه بکنه. تمام دشمنان این انقلاب بدون استثنا اصیل جنبه های حیوانی هستن، هر کسی میخواد باشه. یعنی وقتی میاد راجع به انقلاب نظر میده، ارزیابی میکنه انقلاب رو، جنبه های حیوانی است، جنبه های مادی است. یعنی وقتی بهش بگی میگه چند روز پیش تو با یک نادانی که جوابش جز سکوت چیز دیگری نبود روبرو شدی، میگفت ما نباید خودمون رو گول بزنیم، حضرت عباسی زمان شاه بهتر بود، بهتر نبود؟ چی میخواستیم بگیم؟ چی باید بگیم؟ بگی با تو داری با چه ارزشی نگاه میکنی؟ با چه دیدی ارزیابی میکنی؟ اگه از جهت اقتصادی میگیم که انقلاب برای این نیامده، اولا، ثانیا اقتصادش رو در چی میبینی؟ رونق اقتصادی رو در چی میبینی؟ در ظهور خارجیش، یعنی در بودن مثلا گوشت و مرغ و نمیدونم برنج و روغن و کره و پنیر و این چیزا میبینی؟ یا نه در حل مسائل بنیادی مسائل اقتصادی؟ اینو کدومش میبینی؟ بله شما الانش هم 6 میلیون بشکه نفت و مجانی به کسی بدی، به هر کشوری بدی، اینجا دیگه هیچ کم بودی نداره، مردم تو رفاه کامل است. 6 میلیون بشکه نفت مجانی میبردن دیگه آمریکا میبرد. بله اونجا دیگه مرغ هست، تلویزیون هست، یخچال هست، فریزر هست، ماشین لباسشویی هست، فرش هست، نمیدونم هر چی خوردنی هست، فقط و فرام. اما اگه شد نفتو ندی، 14 سال الان دوران جنگ، 8 سالش جنگ داشته باشید، 2 سال قبلش هم مسئله کردستان داشته باشید، بعدش بازسازی مناطق جنگ زده داشته باشید که بسیار خرجش بالاتر از خرج جنگ هستش، بسیار بالاتر از خرج جنگ هستش، بعد نفتت هم تولیدشو بیاری پایین، مفتم ندی به کسی. دو میلیون، یه میلیون، سه میلیون، همین حدوده، بیشتر از این هم نه. به چی دارید نگاه میکنید؟ با چه چیزی ارزیابی میکنید؟ بله شما سرمایتون رو به هر کس بدید، ناموستون رو به هر کس بدید، کشورتون رو به هر کس بدید، اینجا فتح آروم میشه. یه کافی ما یه بار به آمریکا بگیم بله، همین، به جهان خارج بگیم بله، ما از اصولمون گذشتیم، استقلال نه، آزادی هم نه، جمهوری اسلامی هم نه،
همه چیز درست خواهد شد، همه چیز، مردم میفهمن تو رفاه. اما باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه بی‌حیثیتی انسان هست، پایمال شدن کرامت های انسانی هستش، اسارت هست، ذلت هست. یادمون نرفته که تو همین ایران 9000 نفر سفارت آمریکا کارمند داشت، حقوق بگیر داشت، 9000 نفر. و اینها به خاطر کارکردشون، اونا که ایرانی بودن که هیچی، ولی اون خارجیاشون به خاطر اینکه تو ایران کار میکردن حق توخش میگرفتن. بودن ایرانی ها وحشی هستن. یادمون نرفته ما با چه چیز داریم انقلاب ارزیابی میکنیم، با چه ارزش هایی، با چه ملاک هایی. نه شمال مملکت مال خودمون بود، نه جنوبش مال خودمون بود. یادمون نرفته که گاز طبیعی که حق این مردم بود، شوروی با چه فقط این ابرقدرت بود مفت داشت میبردش. نفت سرمایه همه مردم بود، با اون وضعیت حساب کرده بودن که اگر با اون وضعیت صادر میشد یه سره تا 20 سال آینده تمام، 20 سال آینده نسبت به اون زمان آینده نفت تمام میشد. بعد چی داشتیم که بریم به جاش که مملکت صرفا نگه بشه؟ شما تا وقتی نفت داریم به ما توجه میکنن دیگه. تا نفت هست تخم مرغ و گوشت و برنج و روغن هست، جنس ها ارزون هست. وقتی نبود با چه چیزی میخوای مردم رو سیر بکنی؟ بعدش چه خواهد شد؟ بعدش امتیازهای خیلی وحشتناکتر باید بدی. بود دیگه، نمونه هاش کاپیتولاسیون بود. یادم نرفته که تو اینجا یه دونه آمریکایی جنایت کرد، هر کاری کرد، هیچ کسی که کارش نمیتونه بکنه، حقی نداره. باید که اعتراض میکنن با بیشعوری تمام اعتراض میکنن، خود اونا هم چیزایی میپذیرن، حاضرن با همچین قیمتی بدن، حاضرن با همچین قیمتی رفاه داشته باشن. نه ناموس، نه حیثیت، نه کرامت انسانی، نه شرف، نه استقلال، نه عزت، که چی؟ که حیوانیت من تامین بشه، من راحت بخورم، خوب بخوابم، خوب بگردم. و به خیلی از کارهایی هم که شده توجه نمیشه. شما اگه اون زمان بود مردم صاحب گاز میشدن اینطوری، گاز میرفت برای از ما بهترون بود دیگه. از همین منطقه ما میمد گاز میرفت برای یه مشت نور چشمی تو شمال شهر و سلام. بعدش اونجا برای خارجی ها. کدوم شهر گاز داشت؟ ده ها هزار روستا برق داشته، آب داشته، گاز داشته، تلفن داشته. اینا چه بودجه سرسام‌آوری هستش؟ شوخی نیست وقتی 22 بهمن میشه این راهپیمایی های میلیونی میشه. در سراسر کشور ملاک که تهران نیست، شما به تمام روستایی ببینید چقدر خدمات میشونه برشون. این همه سازندگی، اونم در جنگ، سازندگی در جنگ، سازندگی در تهاجم نظامی، در توطئه، در ترور، در اختشاش داخلی. تو فقط باید دید که کارشناسا چی می کارشناسای خارجی خیلی هاشون من نظرشون مطالعه کردم، میگن معجزه است، فقط هیچ کار دیگه نیست. یعنی یه مملکتی که اینطوری است وضعیتش، سر پاست و معجزه است. اگه آدم ملاک درست به خودش نگاه نکنه تو همه چیز اشتباه خواهد کرد، در همه چیز. کسی نمیگه حالا دولتم علیه السلام هستا یا کارهایی که داره میشه خیلی همش حسابی هستش، نه، بخواد بگه آدم حسابی نیست، آدم با تقوا نیست، کسی رفته رئیس شده تقوا نداره یا طاغوتی بوده به حال به یه وسیله سهل انگاری شده، خیلی نقص ها هستش الان وجود داره.
اما هیچ کس حق نداره تضعیف بکنه دولت رو، نظام رو تضعیف. شما 23 سال پیغمبر بود، شما اگه پیغمبر رو، ما چه شعب ابی طالب داشتیم؟ ما اگه جای اونها بودیم چه میکردیم؟ شعب ابی طالب یعنی چی؟ 3 سال که 10 نفر آدم یه دونه خرما بزنن دهنشون، 10 نفر آدم. ما میتونیم اونجوری باشیم؟ چی یه نفر گشنه مرد توی مملکت؟ 3 سال تمام با یه خرما 10 نفر آدم سر کنن، اون ریاضت سخت معاصره اقتصادی نظامی. چی ما داشتیم همچین چیزی رو توی 14 سال انقلاب؟ درود به اونهایی که با پیغمبر تحمل کردن، صبر کردن. امام نبود پیغمبر، امام خمینی سلام الله علیه پیغمبر بود. اللهم صل علی محمد. معروف هستش، ما داریم اصحاب صفه داریم. ما اصحاب صفه یعنی پیغمبر یاراش خونه مسکن نداشتن، کجا میخوابیدن؟ صفه مسجد پیغمبر. 400 نفر از اصحاب معروف بودن اصحاب صفه. اون وضع بد اقتصاد زمان پیغمبر، وضع بد نظامیش، وضع بد فرهنگی زمان پیغمبر. خب اون پیغمبر چرا نتونست؟ امیرالمومنین علیه السلام چرا نتونست؟ احتیاج به زمان داره، احتیاج به کادر داره، احتیاج به مدیر درست حسابی داره، احتیاج به فرهنگ غنی داره، فرهنگ معنوی خوب داره. ما اگه اعتراضی هم میکنیم خودمون، بچه ها اعتراض دارن، رزمنده ها اعتراض دارن، بسیجی ها اعتراض دارن. اعتراضشون به خاطر مسئله مادی نیست، مسئله معنوی هست. اگه چیزی زیر سوال میره مسئله معنوی هست، ناراحت مسئله معنوی هستن، داد میزنن، اعتراض دارن. این همه شهید بوده فقط برای ارزش های اسلام، ارزش های انقلاب. حتی اون پدر شهیدی هم که نق میزنه نمیفهمه، اون خانواده شهیدی هم که نق میزنه نمیفهمه. که مثلا ما شهید رو برای چی دادیم؟ مثلا این شهید به چه ارزشی رفته؟ مثلا میشه مقایسه کرد کاری که یه شهید کرده، هدفی که یه شهید داشته، برای اون خونش ریخته شده، واقعا ارزش حیوانی میارزید که خون انسان ریخته بشه؟ خون این همه جوان ریخته بشه؟ اونها خودشون برای همین چیزا رفتن. وصیت‌نامه یه شهید رو بیارید که این چیزا توش نوشته شده باشه. همشون برای ارزش های انسانی، همه برای ارزش های الهی، همه برای حفظ نظام، همه برای امام، برای ولایت فقیه، همه برای این بوده. دقت بکنیم خودمون اولا که دچار انحراف نشیم، ثانیاً هم دقت بکنیم که اون کسایی که میارزه باشون حرف بزنی، چون یه عده نمیخوان قبول کنن. شما بهش بگو مسائل معنوی، چه حالیش این مسائل معنوی؟ این فقط شکم و زیر شکمشو شناخته از وقت متولد شده، همین چیزی که نمیشناسه. بگو معنویت، بگو انسانیت، مقام انسانی و ابدیت، چی حالیشه؟ نمیشه باش حرف بزنی. این عناد داره، شما هر کارش بکنی نمیتونی راضیش بکنی. من پیغمبر تونست راضی بکنه. چقدر آیه داریم که ولشون کنی، اینا آدم بشون نیستن. کل انعام بل هم ازل، مثل حیوان بلکه بدتر از حیوان است، رهاش میکنیم. مگه امیرالمومنین تونست ساکتشون بکنه؟ اونا هرگز ساکت نخواهند شد. دشمنان هم همینطور، چون که از خارج الان هجومشون رو شروع کردن به ما با تمام توانشون، اون موقع با ترور بزرگترین شخصیت های ما، با ایجاد اختشاش داخلی، بد نشد با جنگ کردستان برای تجزیه کردستان، نشد جنگ 8 سال جنگ نشد، تهاجم فرهنگی، دوباره معاصر اقتصادی، توتر تو سازمان ملل، مسئله حقوق بشر،
هزار یه جور توته دیگه. تهاجم فرنگی کردن الان رها نخواهن. ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتها، هرگز از تو راضی نخواهند شد، نه یهود و نه نصارا، هرگز دشمنان راضی نخواهند شد تا اینکه تبعیت بکنی، تابع بشی. تا وقتی تابع نیستی تابع راحتت نخواهند گذاشت، راضی نیستن ازت. من کان نفعه فی مذرتک لم یخلفی کل حال من عداوتی. علی علیه السلام فرمود یک کسی که نفعش در ضرر تو هستش هرگز از دشمنی تو خالی نیست. یکی که سودش در آسیب توست، در ضعف توست، در نابودی توست، او هیچ وقت از دشمنی تو خالی نیست. ما هرگز انتظار نداریم آمریکا، هرگز انتظار نداریم کشورهای غربی، استکبار جهانی با ما کنار بیان، روی خوش نشون بده. اونا هیچ موقع ذاتن، امام فرمود تروریست به ذات هستن اینها، شیطان بزرگ، هرگز ذاتن اینطوری هستن که دوت توته میکنن، نمیتونن نکنن. اگر هم یه موقعی تعریف کردن و سکوت کردن، مژده ده که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان. نباید به خواب بریم، نباید هوشیاریمون رو از دست بدیم، باید مراقب باشیم، مراقب ارزش های الهیمون باشیم. ما از انقلاب دفاع میکنیم برای ارزش های انسانی، برای ارزش های معنوی، برای همون چیزی که همه انبیا براش مبعوث شدن و برای همون چیزی که خون مطهرشون ریخته شد، همه ائمه براش شهید شدن. برای اون ارزش ها از انقلاب دفاع میکنیم، از ولایت فقیه دفاع میکنیم و میپذیریم که نقص هایی هم هست، میپذیریم که ضعف هایی هم هست، میپذیریم که کمبود هایی هم هست. اما اون ارزش ها اونقدر بالاست که هرگز در پشتیبانی ما، در حمایت ما ذره خلل وارد نمی کنه. امام سلام الله علیه فرمود اگر این مملکت رو صدها بار خراب بکنن از نو بسازیم، بخاطر که این نظام درش حاکم هست ارزش داره. صدها بار جنگ، صدها بار خرابی، اما میارزه، به خاطر اینکه ما پیوند به ابدیت خوردیم و هیچ چیز جای ابدیت رو نمیتونه بگیره، هیچ چیز جای معنویت رو نمیتونه بگیره، هیچ چیز جای خدا رو نمیتونه بگیره. به اینها فکر میکنیم که تحمل میکنیم، به اینها فکر میکنیم که حمایت میکنیم، به اینها فکر میکنیم که حاضریم خون بدیم براشون، زجرها رو تحمل بکنیم، به این چیزها فکر میکنیم، به ارزشهای بالا. اگر به این فکر نکنیم دلیل نداره حمایت بکنیم. شما انسانیت رو بذار کنار، کرامت انسانی بذار کنار، نظام اسلامی به درد نمیخور، واقعا جمهوری اسلامی به درد نمیخور. حالا در بعضی از جنبه‌های اجتماعیش هم چرا بازم میارزه، هر کرامت انسانی تونم شما بذارید کنار بازم میارزه، هر آزادی حرف بزنی، آزادی داری حرف تو بزنی. الان طرف فوشو به رهبر میکشه، به رئیس جمهور میکشه، انتقادشو میکنه، هیچ کس کاری باش نداره، مقاله مینویسه توی از کاغذ و بودجه و میگیره، تاییدیه از همین نظام میگیره، علیه همین نظام مینویسه، کسی باش کاری نداره. شما همچین آزادی محال هیچ جای دنیا پیدا بکنید، سابقه نداشته هیچ جا. عزت دارید بلکه نه گفتید، وقتی آدم نه میگه عزیز میشه. ایرانی که حق توحش براش میگرفتن، کاپیتولاسیون رو تو کشورش اجرا میکردن، تا الان زمین تا آسمون فرق داره. ضد انقلاب ایران هم عزیزه، فقط که ایرانیه و در این نظام هستش، از این آزادی داره بهره مند میشه، از امنیت داره بهره مند میشه. چون مقوله امنیت اگه بخواید روش کار بکنید، یه مقدار به این روزنامه نگاه کنید، اوضاع کشورهای دیگر رو بخونید، نظر امنیت اجتماعی، نظر مفاسد، بعد یه مقدار به داخل نگاه کنید، زمین تا آسمون فرق داره. نمیگیم نیست، اما اونی که هست بی نظیره. اون مقداری که امنیت هست، آرامش هست، قدرش اینا کیه؟ کسی به اینا فکر نمیکنه اصلا.
پس اون دسته ای که کاری با ارزش‌های انسانی ندارن، اینا هیچ کاری باشون نمیشه کرد، چون اصلا از اولش هم نخواستن راه بیان، از اولش هم نخواستن بفهمن انسان یعنی چی، اصلا قبول ندارن. اما اون دسته ای که غافل شدن، میارزه باشون حرف بزنی، میارزه تذکری بهشون بدی. وظیفه‌مون هست که تذکر بدیم ارزش ها رو، که متوجه باشن، یادشون نره. یادشون نره که جنگ تموم نشده، یادشون نره که توطئه دشمن تموم نشده. و به مراتب شدیدتر شده جنگ، اما ظاهرا توپ و تانکی در میون نیست. بسیجی واقعی همونی که اون چند سال می جنگید، کسی است که الان شدیدتر از اون موقع تو صحنه است. اگر شدیدتر از اون موقع یا لااقل مثل اون موقع تو صحنه نباشه، دچار غفلت شده، خوابش برده. همون خطری که امام پیش بینی کرد که پیش کسوتان جهاد و شهادت، در پیچ و خم مسائل زندگی به غفلت سپرده نشه، فراموشی سپرده نشه. این نقطه نابودی ما همون موقع است که فکر کنیم که زندگی عادی داریم، ما باید مثل بقیه مردم زندگی بکنیم، عادی مثل بقیه جهان، طلب زندگی عادی داشته باشیم. همین نقطه شروع انحراف ماست. این یادمون نره که، یادمون بره که جنگ داریم، یادمون بره که تو مبارزه هستیم. تا انقلاب صاحب الزمان علیه السلام باید مبارزه بکنیم، و بعد از اونم به شدت خیلی بیشتر از اون باید مبارزه بکنیم. و این رو جدی دارم عرض میکنم خدمت برادرها، که این ما هستیم که باید زمینه ظهور رو فراهم بکنیم، این ما هستیم که باید مقدمه رو آماده بکنیم با تلاش خودمون، اونقدر که مردم پذیرای حضرت باشن. به قول مرحوم خواجه نصیر رحمت الله علیه، و غیبته هم انا، غیبت حضرت از ماست. ما هستیم که باید قلبمون رو، جان و دلمون رو آماده کنیم برای این رؤیت خورشید که امام سلام الله علیه فرمود ما در انتظار رؤیت خورشید هستیم. باید منتظر واقعی بود. کسی نمیتونه منتظر واقعی باشه بدون اینکه با ارزش‌های امام زمان پیوند خورده باشه، این طالب زندگی امام زمانی باشه، طالب باشه. قدر بدونیم این ایام مبارک رو، و خدا رو شکر کنیم که در این ایام قرار داریم. از خداوند بخوایم که به ما توفیق عنایت بفرماید که فرزند واقعی انقلاب، سرباز واقعی این انقلاب باشیم، و ما رو از سربازان این انقلاب محسوب کنه، ما رو از مقدمه سازان ظهور حضرت محسوب بکنه و قرار بده، ما رو از سربازان واقعی حضرت قرار بده، که شرطش هم خدمتتون عرض کردم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.